گیلاس یا سلام، امروز یه خلاصه فیلم دیگه براتون آوردم که از همه پست‌های قبلی ترسناک‌تره. دلیلش هم اینه که موضوع اتفاقای این فیلم چیزایی هستن که تو زندگی روزمره همه اتفاق می‌افتن، هر لحظه ممکنه ما یکی از قربانیای این جنایت باشیم. جالبه بدونی که این فیلم بر اساس داستان واقعی ساخته شده. از الانم میگم این ویدیو فیلمو کامل اسپویل می‌کنه، پس آخرش بهم فوش ندید. در ضمن این فیلم واقعاً صحنه‌های بدی داره، پس اگر که مشکل قلبی دارید یا حالتون بد میشه لطفاً نبینیدش. فیلم مگان ایز میسینگ با نمایش دوتا دختر به اسمهای مگان و ایمی شروع میشه که جلوی دورونشون همو بغل کردم. همینطور روی صفحه نوشته میشه که در 14 ژانویه 2007 مگان استوارت 14 ساله گم شده و 3 هفته بعدش هم دوست صمیمیش یعنی ایمی هرمان همین اتفاق برش میفته. سکانس بعدی مگان رو میبینیم که در تاریخ 2 ژانویه کنار ایمی نشسته و داره آرایشش رو درست میکنه. مگان به ایمی به خاطر باکره بودنش شیکه میلازه و میگه خیلی امولی که هنوز هیچ حرکتی نزدی. سکانس بعدی به تاریخ 4 ژانویه میریم، جایی که مگان با یکی از دوستاش به اسم انجی ویدیو کال میکنه و انجی از مواد خوبی که این سری بهش رسیده و زده صحبت میکنه. دوست پسر انجی هم میبینیم که این مرد تقریبا 30 سال است و تا اینجا از خراب بودن اوضاع مگان و دوستاش با خبر میشیم. همون لحظه مامان مگان وارد اتاق میشه و بعد از کلی داد و بیداد و دعوا میره. مگان و دوست صمیمیش ایمی هم ویدیو کال میکنه. ایمی سعی میکنه بفهمه چرا مگان ناراحته، ولی مگان زیر بار حرف زدن نمیره. توی تاریخ 5 ژانویه بابای ایمی میاد توی اتاقش و ازش میخواد که اونو به شهر بازی ببره تا تولدش رو جشن بگیرن. اینجا میبینیم که چقدر خانواده خوبی دارن و ایمی دختر شیرین خانواده است که هر کاری برای خوشحالیش انجام میدن. در همین حال مگان رو میبینیم که با دوستاش به یه پسری به اسم بن زنگ میزنن تا ازش آدرس پارتی آخر هفته رو بگیرن. بن یا شخصیت خیلی داغون و لاشی داره که توی همین ویدیو کال با همه دخترها تیک میزنه تا وقتی اومدن پارتی باهاش رابطه جنسی داشته باشن. مگان میگه ایمی رو هم میخواد با خودش بیاره که بن مسخرهش میکنه و میگه ایمی خیلی آدم نچسبی و گن میزنه به پارتی، ولی مگان سر حرفش میمونه و میگه اگه بهترین دوستم نیاد منم نمیام. 6 ژانویه دختر به محل مهمونی میرن و هر کدوم $10 میدن تا وارد شن. اینجا کلی نوجوان 13-14 ساله میبینیم که دارن مواد میکشن، مشروب میخورن و هیچ حد و مرزی بین خودشون قائل نیستن. تنها کسی که معلومه به زور رفته اونجا و هیچ کاری نمیکنه ایمیه که همه آدما هر از گاهی بهش تیکه میندازن و مسخرهش میکنن. بن میاد و مگانو با خودش میبره اینجا تا عشق و حال کنن و ایمی تنها میمونه. ایمی وسط دعوا نزدیک سرش بشکنه که جا خالی میده و یه مردی هم میاد تا به زور اونو برای رابطه راضی کنه، ولی آخرش که میبینه راضی نمیشه یه مش به صورتش میزنه. ایمی از سر بیچارگی میره مگان رو پیدا کنه که وقتی وارد اتاق میشه میفهمه دارن با بن رابطه برقرار میکنن. بن فیلمبردار رو به اتاق میاره و میبینیم که چقدر مگان داره تحقیر میشه و به زور تن به این کار میده. فیلمبردار دو تا دختر کلی مواد کشیدن رو راضی میکنه تا جلوی دوربین همو ببوسن، اما ایمی که حالش واقعا خرابه روی کلهشون تگری میزنه و گن میخوره به پارتی. همون شب مگان و ایمی دوباره ویدیو کال میکنن و ایمی بابت رفتارش معذرت خواهی میکنه و علاوه بر اون میگه واقعا براش عجیبه که مگان به همین راحتی تو این سن داره همچین رابطه دهانه ای انجام میده. مگان هم خیلی عادی میگه اینکه چیزی نیست، من اولین رابطه دهانی مو وقتی 10 سالم بود داشتم. حالا شاهد یکی از ناراحت کننده ترین و معذب کننده ترین مکالمه های دنیاییم، جایی که مگان میگه تو 10 سالگیش توی کمپ مدرسه با مشاورشون رابطه دهانی برقرار کرده. این توضیحات خیلی دقیق و پر از جزئیات که همشون برای نشون دادن تجاوز شدن به یه بچه 10 سال است. همون لحظه مامان مگان میاد و یه بحث دیگه با هم دارن. چند روز بعد یعنی 10 ژانویه روز تولد ایمی میرسه، جایی که ایمی و مگان دوباره جلو دوربینن. برای شوخی تصور میکنن توی مصاحبه شرکت کردن که مگان دوباره از کلی راز تاریک توی زندگیش پرده برمیداره. یعنی میگه پدر واقعیش ناشناسه، ولی پدر خوندهش توی زندانه چون وقتی مگان 9 سالش بوده مدام بهش تجاوز میکرده. مادرش هم هیچ وقت بهش کمک نکرده و میذاشه پدر خونده هر کاری که میخواد بکنه. بعد از احساساتی شدن اوزا و یه بغل از ایمی میریم به سکانس بعدی، یعنی 13 ژانویه. مگان توی ویدیو کالش با ایمی پسر جدیدی به اسم جاش رو معرفی میکنه که به صورت آنلاین با هم دوست شدن. به خیال مگان عکس جاش خیلی هات و جذاب و به شدت ازش خوشش اومده. ایمی پس از مکالمه دوربین جدیدش کار تولدش بوده رو برمی‌داره و میفهمیم قصد داره از این به بعد همه خاطراتش رو توی این دوربین ثبت کنه. مگان هم دوباره آنلاین میشه تا با کلاش جدیدش یعنی جاش صحبت کنه. جاش میگه وبکمش خرابه و تصویر خودش رو هیچ جوری نشون نمیده، ولی با کلی زبون بازی و تیکه انداختن مخ مگان رو میزنه تا امشب بیاد به مهمونی و همدیگه رو ببینن. بعد از اینکه مگان قضیه رو برای ایمی تعریف میکنه اون به شدت نگران میشه، ولی در نهایت براش آرزوی موفقیت میکنه و میره سراغ دوربین خودش، جایی که با ناراحتی میگه من هیچ وقت هیچ مردی رو پیدا نمیکنم که دوستم داشته باشه و باهاش وارد رابطه شم. بالاخره روز 14 ژانویه میرسه. ایمی با مگان تماس میگیره و متوجه میشه توی اون مهمونی جای سر و کلهش پیدا نشده و تنهایی شبو گذرونده. ایمی هم اونو به سینما دعوت میکنه تا با هم حرف بزنن. مگان دوباره با جاش تماس میگیره تا از
کار دیشبش و اینکه پیداش نشده ناله کنه، ولی جاش میگه من دیشب اونجا بودم و دیدمت، ولی خجالت کشیدم بیام جلو. کلی چیزم از مهمونی تعریف میکنه و حتی لباس مگان رو با جزئیات شعر میده که باعث میشه عصبانیت این دختر نوجوان از بین بره و به خاطر خجالتی بودن جاش ذوق کنه. بعدش هم قرار میذارن برای شام جای دیگه همو ببینن. بعد از سینما ایمی میره خونه مگان و توی ویدیو کال دیگه مگان دوستش یعنی ایمی رو به جاش معرفی میکنه. بعد از خداحافظی مگان حاضر میشه تا با قرارش با جاش برسه. روز بعد یعنی 15 ژانویه ایمی هیچ خبری از مگان پیدا نمیکنه و با تک تک دوستاش تماس میگیره، بلکه یه آماری بهش بدن. دوستای مگان هیچ گروه نگران نیستن و براشون هیچ اهمیتی نداره که چه اتفاقی افتاده. ایمی حتی با جاش هم تماس میگیره، ولی اون میگه هیچ خبری از مگان نداره و دیشب بعد خداحافظی دیگه ندیدتش. دو روز بعد یعنی 17 ژانویه خبر گم شدن مگان تو کل شهر پیچیده و هیچ کس نمیدونه کجاست. توی اخبار دوستای مگان به دروغ از شخصیت خوب و پاکدامنی مگان حرف میزنن و اونو مثل یه فرشته بیگناه معرفی میکنن. 19 ژانویه اخبار فیلمی رو از دوربین مداربسته رستورانی که مگان رفته پخش میکنه. فیلمی که توش میبینیم مرد ناشناسی دست مگان رو میگیره و اونو از محدوده خارج میکنه. روز بعد یعنی 20 ژانویه ایمی دوباره با جاش تماس میگیره تا راجع به گم شدن مگان صحبت کنن. جاش همچنان همه چیزو انکار میکنه و به جای ناراحتی سعی میکنه با تیکهای مختلف مخ ایمی رو هم بزنه، ولی این باعث میشه تو 29 ژانویه یعنی دو هفته بعد از گم شدن مگان ایمی جلوی دوربین خبری به روبری اولین بار اسم جاش رو به عنوان مظنون اصلی معرفی کنه. از اون روز همه دوستای مگان ایمی رو مقصر گم شدنش میدونن و فکر میکنن به خاطر اون همه این اتفاق افتاده. ایمی که خیلی ناراحت و به هم ریخته است به پارکی میره که قبلا همیشه با مگان میرفتن تا یه گوشه از دست همه آدما قایم شن و با هم درد دل کنن. دوربینش رو میذاره یه گوشه و شروع به حرف زدن میکنه. بعدش عروسک خرس خودش که خیلی دوستش داره رو از روی چند تا سنگ برمیداره تا بغلش کنه. در همین حین میبینیم یه مرد ناشناس آروم بهش نزدیک میشه و همینطوری نگاهش میکنه. روز 1 فوریه ایمی دوباره با جاش تماس میگیره. این بار جاش دیگه مهربون نیست و کلی تهدیدش میکنه و بهش میگه نباید دهنتو جلوی مردم باز میکردی تا منو اینطوری بدنام کنی. روز بعد پلیس با استفاده از چند بازیگر سعی میکنه صحنه دزدیدن مگان رو بازسازی کنه، بلکه سرنخی دستگیرش بشه. این لحظه کارگردان یه لحظه فیلمو استوب میکنه و به ما اطلاعات دیگه از یک ماه بعد میده. روی صفحه نوشته میشه که در تاریخ 4 مارس دو عکس با مضمون‌های وحشیانه جنسی توی یک سایت پورن بارگذاری شدن که شباهت خیلی زیاد به مگان داشتن. مسئول سایت هم از ترس سریعاً با FBI تماس گرفته. برمیگردیم به 4 فوریه، جایی که ایمی دوباره به پاتوی خودش با مگان میره، ولی وقتی میخواد عروسکش رو برداره میبینه اونجا نیست و همون لحظه یه مرد اونو میدوسته. از اون روز خبر گم شدن ایمی هم همه جا پخش میشه و همه اهالی شهر دارن سعی میکنن دنبال این دو تا دختر بگردن. روی صفحه نوشته میشه که از اینجا به بعد 22 دقیقه آخر ضبط شده توی دوربین ایمی رو میبینیم. اول یه مرد در سلول رو باز میکنه که میبینیم ایمی فقط با لباس سیلش اونجا بسته شده و زجه میزنه. بعد میبینیم که همون مرد برای ایمی مثل سگ غذا میاره، اما وقتی ایمی از خوردنش سر باز میزنه مرد عروسک خرس ایمی رو میاره و میگه اگه میخوادش باید مثل سگ از اون غذا بخوره. اون هم این کارو انجام میده تا حداقل به عروسکش برسه. توی صحنه بعدی میبینیم مرد ایمی رو به اتاق دیگه میبره و به وحشیانه ترین شکل ممکن به این دختر پاک که تنها دلخوشیش یه عروسکه و تا این لحظه باکره بوده تجاوز میکنه. درد به حدی زیاد میشه که ایمی همه حواسش رو از دست میده و از هوش میره. این سکانس از فیلم کاملا جزئیات داره و واقعا حال شما رو بد میکنه. توی فیلم بعدی مرد ایمی رو آزاد میکنه و مجبورش میکنه تا در بشکه‌ای که جلوش هست رو برداره، جایی که توش جسد تیک تیک شده مگان رو میبینه و از وحشت شروع به فریاد زدن و زجه زدن میکنه. مرد بعد از کلی تهدید و به زور ایمی رو مجبور میکنه تا با خواسته خودش وارد بشکه دیگه ای بشه که توی اتاق قرار داره. توی آخرین فیلم ایمی رو میبینیم که داره داخل بشکه کلی جیغ و داد میکنه، در حالی که مرد داره قبر رو با خون سردی تمام میکنه. در آخر بشکه رو میندازه اون تو و بعد از مدتی صدای جیغ ایمی برای همیشه خفه میشه. به عنوان آخرین ضربه کارگردان به ما سکانسی رو از ایمی و مگان نمایش میده که دارن راجع به پیدا کردن مرد مورد علاقه و عاشق شدنشون صحبت میکنن، چیزی که هیچ وقت نتونست اتفاق بیفته. با تمام شدن فیلم ما نمیدونیم جاش اون قاتل روانی بوده یا نه. شاید این اتفاق توسط یکی از هم مدرسه‌ای های این دختره افتاده که روشون کراش شدید داشته. هزار نفر هستن که مظنون این داستانن، ولی ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم، چون مگان و ایمی برای همیشه ساکت شدن. یه دختری که خیلی پاک بود و همیشه خودشو نگه می‌داشت، یه دختری که کاملا وحشی بود و با هر کسی می‌پرید. هیچ فرقی بین این دوتا برای این نتیجه نبود. این فیلم واقعا تاثیر بدی روی ذهن آدم می‌ذاره، ولی مهم اینه بعد از دیدنش حواسمون رو جمع کنیم که کجاها می‌ریم و آمار خودمون رو به چه کسایی می‌دیم. اگه آدم اشتباهی از زندگی ما بدونه، می‌تونه به بهترین شکل ممکن همه چیزمون رو نابود کنه. امیدوارم که برای هیچ کس اتفاق نیفته. یادتون نره نظرتون راجع به این فیلم رو برای ما کامنت بذارید و اگر فیلمی رو میخواید پیشنهاد بدید برامون بنویسید. روزتون گلسی.